فرموده ای جوانی هیهات، یادی نشسته بر خاکستر، شرمت باد آخر آن آتش عزیز جوان را در چشمهای خسته ندیدی. باری دیگر آواز صبح مثل درآمد ماهور، یک پنجه غم میان سه مضراب خواستن، خورشید تصویر تن، وقتی که نور می آید از ما و من رهیدن. فرموده ای که غیرت تن پوش توست، این صد هزار شعله عاشق بی غیرتند، آنها که روشنایی جان را در هفت شهر مولانا، آن شب که در نگاه جهان گریه خواب را پنهان کرد، بر بام آسیا افروختند. آنها که بودنت را انکار می کنند و نام نامیت را با مرگ پیوند دادند. بی غیرتند. فرموده ای زیباترین ترانه بیداری چونان تصورت در آب، آوازه حبابی است، یعنی که چون تو میترکد. اما فرموده است ملت، ایام توست که اینک از 10-0 رو به زوال است. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه 16 سپتامبر 25 شهریور ماه به شما سلام میکنم. کلی امروز خبر داریم، تحلیل داریم، مسائل مفصلی در گوش و کنار جهان. اما بگذارید یه مقاله نوشتم میخونید که مقایسه کردم به روزهای بیماری شاه در بیمارستان و آقای خامنه‌ای و بعد برخورد مردم با این دو حادثه. مردمی که شاه رو بیرون کرده بودن، شاه رفته بود، مرگبر رو تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود، و اون روزایی که در بیمارستان قاهره بود و بعد روز مرگش. و آقای خامنه‌ای هم تشریف بردن، زیر تیغ جراحی رفتن، ساعتهایی در بیهوشی بودن و بدون تردید آدم مرگ رو میتونه ببینه نزدیک. اصولا بیمارستان که میره یه عملی انجام میده، به هر حال همیشه میتونه پایان عمل خاموشی دائمی باشه. برای آدم مجال میذاره برای اینکه آدم تأمل کنه، فکر کنه. در مقالم نوشتم آقای خامنه‌ای در بیرون از بیمارستان چی کار میتونه بکنه. دو حالت که بیشتر نداره: یا ادامه ظلم، ادامه محاصره خیش کردن در بین بوزینگانی که میبینیم نمونه هاشونو، احمد جنتی، احمد خاتمی، محسنی اژه‌ای، صادق لاریجانی، یک ذره از شرف و انسانیت بوی نبردن. میبینیم روزی که آقای خامنه‌ای به میخوام به آقای خامنه‌ای بگم حواسش باشه، روزی که ایشون به رهبری انتخاب شد، آقای علی اکبر محتشمی پور، قابله‌ای که از شکم جنبش عمل میراث امام موسی صدر این هیولای هفت سر حزب الله رو بیرون کشید، مجله‌ای داشت به نام بیان. در اون مجله شعری چاپ کرد علیه آقای خامنه‌ای. شعرش با این مطلع شروع می‌شد: ما را چه شد که هادی اعور گرفتیم، یعنی راهنمای کور رو گرفتیم، شیر خدا نهاده سر خر گرفته. که بعد از اون مجلش رو بستم. حالا این آقا میاد جلو آقای خامنه‌ای، از اون ملقای همیشگی میزنه، خنده، احوال پرسی. آقای خامنه‌ای هم چه کیفی میکنه، میگه یکی از اون مخالفای من، حالا ببین چجوری نوکری میکنه، روزگار بدیست، پرنسیپ مافی اصلا وجود نداره. بدون به قول هموطنان آذری ما، یخ یخ دور. آقایون پرنسیب، اخلاقیات، هیچی. آقای محتشمی پور همونقدر ملق میزنه،
و سر به خاک می ساید که محمد تقی مصباحی است. و این آقای مصباحی یزدی به خاطر فساد اخلاقیش و اندیشه های انحرافیش، آقای خمینی حاضر نبود ببینتش. حالا برای اینکه هرس خاندان خمینی رو درارن، مؤسسه‌ای که به اون میدن اسمشو میزنن امام خمینی. حالا گفت از این حرفا بگذریم. والیبالیستا شادمون کردن، کشتیگیرم هم تا کشتیگیر فرنگ، ولی والیبالیستا من نگران بودم. بعد از شکست در برابر لهستان خیلی نگران بودم مبادا با سرب تیم قدرتمند قوی مبادا ما مشکلی پیش بیاد. اما بچه ها چه کردن؟ درود میفرستم بهشون. چه کردن این راس قامتان عزیز؟ چه کردن در میدان و پیروز شدن و ما شادمانه این پیروزی رو مشاهده کردیم. ماشاءالله چطور پرواز میکنند و چطور زیباست این، و چقدر کار قشنگی کرد اون دوستی که فقط سبز رو گرفته بود با نشان ایران و پرچم جمهوری ولایت فقیه دستش نبود. در هر حال بچه های ما معرکه بودن، درود بهشون. رفتن به هر حال بالا و حالا باید ببینیم بازی های بعدی چه خواهند کرد. راجب کشتی حرفایی دارم که میذارم در قسمت دوم برنامه راجبش صحبت خواهم کرد چون مهمه. حالا بریم. آقای خامنه ای از بستر نقاهت برخواسته، آقای دکتر مرندی توصیه کرده ایشون کارش سنگین نکنه، یه مقدار استراحت بکنه. اومدن بیرون، خبرنگار تلویزیون حاج عزت هم اومده و از ایشون سوالاتی میکنه. مجسم کنید رهبر جمهوری اسلامی، نایب امام زمان، مرشد کامل، شاه عباس ثانی، هارون الرشید ثالث، خلیفت المسلمین، ولی امر مسلمانان جهان، اومدن دارن باهاشون صحبت میکنن. ببینیم اسباب تفریح ولی امر مسلمانان در دوران بیمارستان چه بوده. انسان چقدر راحت میتونه دروغ بگه. گوش بدید و ببین. مسئله بیمارستان و بیماری و محیط بیمارستان عرض بکنم با اون این که من این چند روزه تفریحی داشتم، این دو سه روز آخر، و اون تفریح عبارت از این بود که گوش میکردم به حرفای آمریکایی ها در زمینه داعش و مبارزه با داعش و حرفایی که میزنن، حرفای پوچ و توخالی و جهت دار. از جمله اون چیزهایی که من رو برای من واقعا مایه تفریح بود این بود که دیدم هم وزیر خارجه آمریکا، همون دختره سخنگوشون که میاد وای میسه اونجا حرف میزنه، اینا صریحا گفتن که ما از ایران برای ائتلاف علیه داعش دعوت نمی کنیم. اولا چه افتخاری بالاتر از این برای ما که آمریکا در یک کار دست جمعی از ما مایوس باشه، در یک کار خلاف غلطی که دارن انجام میدن نخواد که ما باشیم. این برای ما مایه افتخار، مایه تأسف نیست. این اولا. ثانیا دیدم همشون دروغ میگن برای خاطر اینکه همون روزهای اولی که مسئله داعش در عراق پیش آمد، آمریکایی‌ها به وسیله سفیرشون از سفیر ما در عراق درخواست کردند که شما بیایید بنشینیم درباره داعش با هم هماهنگی کنیم. سفیر ما این رو منعکس کرد. بعضی از مسئولین ما هم حرفی نداشتن. من مخالفت کردم، گفتم تو این قضیه ما به خصوص با آمریکا همراهی نمی کنیم، چون اینا خودشون دستشون آلوده است و توی این قضیه ما چطور بیاییم با کسانی که دستشون آلوده است، نیتشون آلوده است، چطور همکاری کنیم. بعد از اون هم همین آقای وزیر خارجه که این حرف رو آمد، رهبر یک کشور، هم وزیر خارجه، همون دختره رهبر یک کشور نمیتونه بگه، خانم سخنگوی وزارت خارجه. نگاهشونو به زن میبینین؟ اون خانوم هم ایستادن، نرسا و اینا دارن گوش میکنن. هم وزیر خواهی، همون دختره با تحقیر. بعد
دروغ تا این حد از رهبر یک کشور که امامم سرشه. روزی که صحبت داعش بود، نخست وزیر عراق نادان جاهل خودپرست فاسدی به نام نوری المالکی بود، امید آقای خامنه ای. آقای نوری المالکی توطئه داعش رو او باعث و بانی شد، 14,000 نیروی عراقی رو از موصل پس کشید. آمریکا بهش اخطار داده بود، کورتا داده بودن. هدف مالکی چه بود؟ 1,000,000 آواره بریزه کردستان، کورتا رو به آشوب بکشونه، آزارشون بده و بعد چه بشه نتیجه؟ نتیجه این بشه که آقای مالکی ابقا بشه. این هدفش بود. منتها به قول معروف بک فایر کرد، گلوله به دیوار خود برگشت تو صورت خودش. هم از صندلی نخست وزیری افتاد، هم بی آبروتر شد. آمریکا در اون زمان در نگاهی که به عراق میکرد، طبیعتا میدید متحدان جمهوری اسلامی اونجا هستن، اعلام جهاد آقای سیستانی داده بود و گروه های شیعه جمع شده بودن. وحشت آمریکا از این بود جنگ با داعش تبدیل بشه به جنگ شیعه سنی، چیزی که همیشه آمریکا ازش وحشت داره و جمهوری اسلامی عاشق اینه، دنبال اینه. یمن رو نگاه کنید. در عراق گفتن آقا شما کمک بکنید، خیلی هم استقبال، بشینیم با هم گفتگو کنیم، به کردها اسلحه بدید، به عراقی ها آموزش بدید. ما حرفی نداریم 200-300 تا از آموزشگران سپاه شما بیاد اینجا، اما بلافاصله جمهوری اسلامی داره سوء استفاده میکنه، داره پایه‌ریزی میکنه برای اینکه چیکار کنه؟ سپاهو ببره اونجا مستقر کنه، بعد جنگ شیعه سنی را بیفته. الان دارید میبینید دست آموزان سپاه پاسداران در اصائب اهل حق، در جیش المجاهدین، جیش المختار، در گروه بدر وابسته به همین هادی آمری که خیلی آرزوی وزارت کشور داشت، نوکر سرسپرده رژیم، اینها رفتن توی تصور خیالات خودشون این بود که میدون دست گرفته، الان دارن میرن تو خونه سنیا سر میبرن. داعشو نه، بعد داعش هم تازه سر بریدن، این طرف باید همون کارو بکنه، راه سر میبره اینا هم سر ببرن. در هر حال آقای خامنه‌ای خیلی برای خودش کار بدی کرد. بعد از بیمارستان مایوس شدم، من تو مقاله اظهار امیدواری کردم ایشون این زیستن با مرگ چند روزی ایشونو به خودش بیاره، ولی باز اسباب تفریحشون بود اون دختره با اون وزیر خارجش. در حالی که آقای جان کری جواب ایشونو خیلی مؤدبانه داد، گفت من نمیخوام درگیر بحث لفظی با ایشون بشم. به هر روی یه تصویر بهتون نشون میدم، آدم درست اینجاها یاد مردی میفته که از دست داد، که اگر او رهبر ما بود و کشور رو به راه دموکراسی انداخته بود، حالا هم که خودش نبود که قاعدتا میتونست نباشه این موقع، ولی ما چه حالت داشتیم. اینو ببینید، بعد با یه بختیار جوان صحبت میکنیم، بختیاری از نسل جوان، یه حزب ایرانی جوان. نگاه کن Écoutez, je crois que le jour où j'irai en Iran, il n'y aura pas d'armée iranienne qui s'opposerait à moi. Parce que je n'ai rien fait contre l'armée iranienne, et c'est précisément M. Khomeini qui l'a déraciné, démantelé, a fait toutes les bêtises qu'il a pu faire pendant un an. Vous voyez, tous les jours, il bousille les gens absolument sans jugement. Ce sont des généraux et c'est des techniciens. Mais vous avez des militaires qui sont à vos côtés ? Je crois que s'ils étaient libres en Iran, ben 9 sur 10 ce serait de mon côté, non seulement tellement pour sympathie pour moi, c'est Khomeini qui les tue, qui les élimine, qui les envoie dehors du زنده‌یاد فریدون امیر ابراهیمی انقدر دلبسته یک اسم بود که هر موقع با هم میشستیم راجع به هر چی حرف میزدیم سریع ماجرا رو میکشون به اون اسم. برام از روزای آبادان میگفت با زنده یاد دکتر شاپور بختیار و به اون اسم میرسید، حزب ایران. در واقع ما تو ایران دو تا حزب اساسی داشتیم، یکی حزب توده بود و یکی حزب ایران. حزب میهن که شماری از انسانهای عاشق ایران و ملی پایگذاری کردن، بعدن رفت و تبدیل شد به حزب ایران.
منطقه آدم وقتی حزب ایران رو صحبتشو میکنه یاد کی میفته؟ علایقان ساله. یاد کی میفته؟ فکر میکنه اون دور دورا دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار. حزب ایرانی ها در واقع مردانی بودن همه تحصیل کرده، همه عاشق وطن، که زمانی که زنده ها دکتر محمد مصدق دولتشو تشکیل داد، هر کدوم از اینا در اون دولت نه به خاطر ارتباطشون با دکتر مصدق، به خاطر شایستگی هاشون و لیاقتشون جا در جای قرار گرفتن. کسانی بودن که به هر حال در جنبش ملی شدن نفت و پس از آن نقش اساسی داشتن. ایرادهایی هم به حزب ایران میگیرن که یه مقدار دچار بوروکراسی حزبی شد، یا زمانی که بعد از سال 40 فرصتی براش پیش اومد و برای جبهه ملی نپذیرفت که با دولت همکاری کنه، چه با دولت دکتر علی امینی و چه همینطور با دولت اسدالله علم. خب دلایل خاصش هم داشت. امروز از حزب ایرانی ها زیاد باقی نموندن، در واقع از اون نسل قدیم. حالا حمید ذوالنور هست که جزو جوانان حزب ایران بوده و امروز کسی است که راهنمای جوانتر هاست. رحیم خان شریفی هست که کتابی هم اخیراً منتشر کرده است، خاطرات خودش از حزب ایران. زنده یاد فریدون امیر ابراهیمی بود که عاشقانه حزب ایران رو دوست داشت. در داخل کشورم هنوز هستند یکی دو تن از اون بازماندگان. بعد یه نسل تازه‌ای تو جبهه ملی اومد که اینا وارد جبهه ملی شدن بدون اینکه در حزب ایران باشن. به نظرم مهندس عباس امیر انتظام یک چند در جوانی در حول و حوش حزب ایران بوده و بعد به نهضت مقاومت و نهضت آزادی میپیونده. نمیدونم، استاد ادیب برومند هست که هنوز به عنوان در رأس جبهه ملی قرار داره. جوانترهایی هم هستن، استاد باوند هست، کوروش زعیم هست، عیساخان حاتمی هست، که اینا همه در بستر جبهه ملی هستن. حالا فکر کنید بعد با یه جوانی برخورد میکنید که هم اسمی رو داره که دوست داری، اسم انسانی رو که بهش همیشه ایمان داشتی، بختیاریست. از پسر عموهاست، نوه امیر مفخم بختیاریست، مردی که در مشروطه جایگاه ویژه‌ای داشته در کنار سردار اسد و همه بختیاری ها که آمدن دست در دست دیگر آزادی خواهان و بساط استبداد رو برچید. حالا این جوان در برابر من، جوانی از نسل چهارم در واقع، و میگه هنوز حزب ایرانی هم. درود بر شما. درود بر شما، متشکرم از این مقدمه خیلی خوبی که گفتید، واقعا لذت بردم و تحت تاثیر قرار گرفتم. حالا خودتو معرفی کن. من امیررضا امیر بختیار هستم، عضو حزب ایران. فکر میکنم چرا امیر بختیار؟ چون در بختیاری ها ما اسعد بختیار داریم، بختیاری داریم، بختیار داریم. امیر بختیار ها چه؟ چون به امیر مفخم میرسن؟ بله دقیقا، در خانواده بختیار هر فردی بر اساس تیتری که جدش داشته اون عنوانو سمسام بختیار، اسعد بختیار، اشرف بختیار و امیر بختیار. و امیر بختیار هم خب برمیگرده به مرحوم امیر مفخم جدم که لقبشون امیر مفخم بود. کجا زندگی میکردی عزیزم؟ من اهواز متولد شدم و اهوازم زندگی میکردم. پدرت شرکت نفتی بود؟ پدرم خیر، پدر بزرگم بعد از اصلاحات ارضی به مدیر کل اداره کار استان خوزستان بودند و به همین سبب رفته بودند. جالب، بختیاری ها خیلیشون تو اداره کار بودن. زنده یاد دکتر شاپور بختیار کارشون با اداره کار شروع کرده، بعد معاون وزارت کار شده زمان دکتر بله. مصدق. خیلی جالبه اداره کار، برای اینکه میگم یک خواصی هم داشت، برای اینکه قصد خدمت بود. تو وزارت کار آدم بیشتر میتونست خدمت کنه. بعد از انقلابم یادم داریوش فروهر وقتی تقسیم شغل ها میشد وزارت کار رو انتخاب کرد. امروزم رفتم اونجا دیدنش، نه وزارت، یعنی ساده نشسته بود در اتاقش. هم خب
آیا پدرت هم حزب ایرانی بود یا تو علاقه مند شدی؟ خیر، پدرم حزب ایرانی نبودن، فعالیت خاصی هم انجام نمیدادن. ولی خب طبیعتا توی خانواده بختیار تربیت شدن با اون پیشینه و سابقه ای که دارن. من یک علاقه ویژه‌ای به دکتر مصدق داشتم و ارتباطی که با از این طریق با مرحوم مهندس موحد و مرحوم مهندس علی قلی بیانی پیدا کرده بودم، این افتخار رو پیدا کردم که از طریق ایشون و خب علاقه ویژه‌ای هم که به دکتر بختیار داشتم، خب همه رو هدایت کرد به سمت حزب ایران. و خب وقتی که با ایشون مرحوم مهندس بیانی و مرحوم مهندس موحد بیشتر آشنا شدم، اصول عقاید و اعتقادات حزب ایران رو مطالعه کردم و اون دوره های حزبی که معمولا حزب ایرانی ها میگذرونند و گذروندم، خب علاقم خیلی بیشتر شد به حزب ایران، خصوصا کتاب خاطرات مرحوم مهندس زیرکزاده رو که مطالعه میکردم، خیلی واقعا تحت تاثیر این کتاب قرار گرفتم. اتفاقا همینجا تو چند هفته قبل راجب این کتاب، راجب مرد بزرگ که قومخیش منم بود، راجب این مرد بزرگ صحبت کردم، واقعا شگفتی آوره که این آدم رو اون پرنسیپ ها و رو اون اعتقادات و بعد اصولی رو که بیان میکنه، مثلا این اتهام حزب ایران که با حزب توده مثلا مؤتلف شده، داستان رو شرح میده، یا دیدن پیشوری و فوق العاده. و این آدم اینقدر عادله که در این شرایط در جمهوری اسلامی کتاب در میاره و قضاوت شو راجع به دکتر بختیار میبینیم. بله دقیقا، و من فکر میکنم که کمتر جوان ایرانی باشه که این کتاب بخونه و بعد از مطالعه این کتاب عاشق حزب ایران نشه. واقعا مانیفسته، واقعا یک مانیفسته، و حزب ایران واقعا من فکر میکنم پرمحتواترین حزبیه که در تاریخ ایران شکل گرفته. ولی خب متاسفانه به دلیل شرایطی که هم پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب تو مملکت ما وجود داشته، هیچ وقت این پتانسیل واقعی که اون حزب اونجوری که باید گسترش پیدا بکنه و روی جریانات کشور تأثیر بذاره رو به نظر من نداشته. رضا به من بگو ببینم، الان وقتی میری توی ایل، توی بختیاری ها که الان میدونم خیلی هم زندگی فرق کرده، به هر حال زندگی شهری شده، جوان ها اومدن تو شهرها، وقتی اسم دکتر شاپور بختیار میاد جوان ها چه احساسی دارن؟ واقعا بدون مبالغه میخوام بهم بگی، میخوام میشناسنش، چه احساسی دارن؟ خب دکتر بختیار رو همیشه میشناختن به دلیل ویژگیه، به حال آدم سرشناسی بود ایران و پدرش هم خب جزو رهبران ایل وقت سردار فاتح بود. ولی توی چند سال اخیر دکتر بختیار خیلی اونجوری که باید شناخته بشه هنوز البته خیلی جا داره که دکتر بختیار به مردم ایران به نظر من شناخته بشه، ولی مردم خیلی بهتر شناختن، خصوصا در بین بختیاری ها. من کمتر فردی رو میبینم که اسم دکتر بختیار بیاد و اش تو چشاش جمع نشه، و اکثر افرادی که با من صحبت میکنند معمولا اولین سوالی که از من میپرسن در مورد دکتر بختیاره، و من بیشتر فعالیت هایی که میکنم جایی میرم خیلی پیش میاد که در مورد دکتر بختیار از من سوال میکنند، خصوصا وقتی که از طریق ایمیل و فیسبوک و این وسایل اجتماعی با من تماس میگیرن از توی بختیاری ها. و خب من تو این زمینه هم فعالیت میکنم توی بختیاری ها، واسه همین خیلی میبینم که خیلی واقعا دکتر بختیار اونجا یک علاقه ویژه‌ای بهش داره. واقعا انسانی که از نو باید شناخت، و من خودم از نظر شخص خودم در این سالها، چه اون زمانی که حضور داشت و چه زمانی که رفت، همیشه تلاش کردم از هر فرصتی که داشتم، قلم، دوربین، هرچی، برای معرفی دوباره این شخصیت تلاش کنم، چون به نظر من ما قبل بزرگی داریم، نه فقط به دکتر بختیار، به خودمون، به نسلهای بعدی. مردی در 37 روز آنقدر تأثیر داشته باشه در زندگی آدمها که آدم در 37 سال، در 40 سال در آدمهای دیگه نمیبینه، و این به نظر من یه ویژگی عجیبی بود این مرد داشت، و واقعا مرغ طوفان بود و نهراسید از طوفان و موج بود، نه آن موجی که از دریا گریست. رضا امیر بختیار هم فامیل شما بود؟ بله. اون هم فامیل. خب یه سوالی دیگه ازت دارم، الان جوانی که متولد سال 64،
داره فعالیت میکنه با جبهه ملی، چه اتفاقی میفته که دل از وطن میکنه، جایی که با حزب ایران میخواد تلاش کنه، میخواد کار کنه؟ خب اول اینکه متاسفانه در ایران اون امکان فعالیتی به اسم حزب ایران نداره. من کوچکترین فعالیتی که از سال 84 که شروع کردم، هر فعالیتی که به اسم حزب ایران واقعا انجام میشد، بعدش یه دردسر خیلی بزرگی با اطلاعات و سپاه وجود داشت. که حتی خب جلسات کوچیکی که ما توی خونه میگرفتیم، من خودم میگرفتم اهواز، بعدش خب مشکل پیدا میشد. گهگاهی البته خب خصوصا صدای آمریکا و اینا تماس میگرفتن که من اون موقع بزرگ داشتم برای دکتر بختیار گرفتم توی اهواز. البته نه بزرگ داشته عمومی، ولی خب یک بزرگ داشته گرفتم و آقای بی‌پروا اونجا توی صدای آمریکا هم انعکاس دادن این مسئله رو. بعدش یک گرفتاری خیلی بزرگی درست شد. منم موقع 16 سالم بیشتر نبود، بیشتر برای پدر مادرم درست شد. خب فعالیت هایی که میشد و اینا متاسفانه به مرور دردسرها و گرفتاری ها بیشتر میشد. و تا جایی که من یه دفعه با تعدادی از دوستام رفته بودم توی بختیاری ها، فقط یه سوال پرسیده بودم از یکی از این بختیاری ها که شما اینجا تفنگم دارید یا ندارید. وقتی که برگشته بودم به اهواز، منو احضار کرده بودن، اطلاعات گفته بودن که میخواهید شورش درست کنید تو بختیاری ها بر علیه حکومت مرکزی. خب آمدی از ایران بیرون، اومدی کردستان عراق و بعدم به فرانسه. الان در فرانسه به عنوان یک جوان حزب ایرانی فعالیت میکنی، کسانی باهات هستن؟ سازمان یافته نیست متاسفانه فعالیت هایی که تو خارج از کشور در ارتباط با حزب ایران میشه. حزب ایران بیشتر الان با توجه به محدودیت هایی که وجود داره، فعالیت هاشو بیشتر گذاشته توی جبهه ملی در درون کشور. و خب اکثر رهبران حزب جبهه ملی هم اکثرا حزب ایرانی ها هستن و اصلا به صورت سنتی رهبران جبهه ملی حزب ایرانی ها هستن. و بیشتر همتشون رو گذاشتن که جبهه ملی رو تقریبا بتونن روپا نگه دارن، که با تمام محدودیت هایی که وجود داره، که الان هم متاسفانه از زمان دولت دوم احمدی نژاد دوباره هیچ جلسه یا اجازه نمیدن اونجا برگزار کنن. و من هم تو خارج از کشور البته با آقای ذوالنور و آقای شریفی ارتباط دارم، ولی خب ارتباطات تشکیلاتی که بگیم حزب ایران داریم میچرخونیم در خارج از کشور یا فعالیت حزب ایرانی داریم نیست. بیشتر به صورت انفرادی خودم فعالیت هایی انجام میدم یا کارهایی میکنم. البته با سازمان های جبهه ملی در خارج از کشورم خب در تماسم و همکاری میکنم باشون. فکر کنید بعد از جنگ جهانی دوم یه عده جوون که اوریج سنیشون 25 تا 30 سال بود حزب ایران رو پایه گذاری کرد. امروز شما کمتر ممکنه یه جوان 27 ساله توده‌ای پیدا کنید، اما حزب ایرانی پیدا میکنید. به همین دلیل حزب ایران میماند، پایدار میمونه. امیر رضا، امیر بختیار و جوانانی مثل او این نام جاودانه رو مثل نام ایران جاودانه پاسداری خواهند کرد. و میبینیم روزی رو که پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان بر فراز دفتر حزب ایران بالا میره و در برابرش مجسمه شاپور بختیار. ممنونم امیر رضا. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بودید. مرسی. خب بریم به بخش دیگر. بوده دوباره خدمت همه شما عزیزان. عجب قشنگ بود، عجب زیبا بود، عجب زیبا بود. پنجه ها بر سایت خط میکشه. خب من یه خود برنامه امروز متفاوت بود، برای اینکه صحبتی که با امیر رضا کردم از راه رسید و من سرزرب گفتم بیا خب چجوری وصلش بکنم به قبل. بهترین کار این بود که عموی، یعنی پسر عموی پدر، بهترین کس بود که فاصل بشه، دکتر شاپور بختیار. افسوس میخورم وقتی میبینمشون، مصاحبهشو و آنچه از رو به جا مانده است. جنایتکاران داعش دیدید که انسانی رو کشتن. این آقای دیوید هنز انسانی بود که 20 سال از عمرشو در خدمت مردم گذرونده بود. هر سو مصیبت بود او بود، فلسطین، پاکستان، افغانستان،
دو تا بچه داشت خودش، خانواده و همسر رو میگذاشت، پا میشد میرفت اونجا برای خدمت و حیواناتی به نام داعش بیان سر او رو ببرند. نظامی بود؟ جاسوس بود؟ نه، کمک میکرد، خدمت میکرد. چقدر آدم افسوس میخوره عکس بچه هاش، تصویرش با همسرش، و حالا خانوادهش چه لحظات دردناکی رو دارن، دخترکش چطور داره میاندیشه که با پدرش چه کردن. آقای کامرون قول داد، ساعت 11 شب بود، 12 شب بود، برگشت به شماره 10 دانینگ استریت، قول داد به مردم که مطمئن باشید که خون او که ریخته شد بی جواب نخواهد ماند و این جنایتکاران داعش به سزای عملشون خواهند رسید. دو تا نکته رو خدمتتون بگم که خیلی مهم بود. کنفرانسی که در پاریس تشکیل شد دیروز و محمد رضا شاهید خوشبختانه گزارش کاملش رو به ما داد که حالا منم یک اشاره بهش خواهم کرد، بسیار کنفرانس مهمی بود. چهره هایی که در اونجا حضور داشتن، شخصیت هایی که نمایندگان بیش از 20 دولت منطقه‌ای و بین المللی اونجا حضور داشتن، رئیس جمهوری عراق در کنار آقای جعفری، وزرای خارجه کویت، کشورهای اردن، عربستان سعودی، تمام اینا حاضر بودن و اهمیت بسیاری داشت این کنفرانس. آقای فرانسوا هولاند بسیار قاطع، و همون روز دیدیم که هواپیماهای فرانسوی روی عراق بودن و مشغول عکس برداری و بررسی اماکن حضور داعش. او در مصاحبه مطبوعاتی که داشت در کنار رئیس جمهوری عراق تأکید کرد و گفت که ما عراق رو تنها نمیگذاریم و الان یک پیوند جهانی درست شده. وقت برمیگرده آقای خامنه‌ای چی میگه؟ اصلا متاسفم. آقای خامنه‌ای برمیگرده میگه که بله، این چیزی که درست شده درست نیست، این غلطه. این چرا؟ چون اسد جانش رو به اینجا راه نمیدن، اسد جانش حضور نداره. و آقای ناطق نوری هم قبلا در استفاده از دستمال ابریشمی فرموده بودن که رهبری های خردمندانه بود که مقام معظم رهبری باعث شد داعش کمرش بشکنه. این آقای خامنه ای کمر داعش رو شکن. گفتم آدم وقتی دوچار اون غرور کاذب میشه، وقتی احساس میکنه که خدا شده، خود امام زمانه، من تردید ندارم هیچ کدام از ائمه غرور آقای خامنه ای رو داشتن، احساس میکردن خدا، دیگه کسی بالاتر از اونا نیست. آدم برگرد بگه من در بیمارستان، جایی که آدم تأمل میکنه، به اعمال خودش مینگرد، به کارهایی که کرده، اونجا جای تفریحه، آدم نشسته داره تفریح کردیم، به اسباب تفریح ما بود. در آینه نگریستی آقا، اینا اسباب تفریح نیست. گروه جنایتکاری در عراق و سوریه دارن آدم میکشن و اگه آمریکا رفته به مبارزشون و یک بسیج جهانی ایجاد کرده، این مسخره است، این جدی نیست. اون که شما میگین درست، قاسم سلیمانی باید میرفت اونجا با 4-5 تا از این گروه های شیعه بدر و اصحاب اهل حق و جیش المختار و غیره، میرفت سنی ها رو میکش و خوب بود و شما احساس غرور میکردید که داعش رو شکست دادید، همونطور که دیدیم طالبان رو شکست دادید، دیپلومات های ما رو کشتن، شهروند های ما رو کشتن، به غیرت شما بر نخورد و الان هم باشون همکاری میکنید. واقعا واقعا آدم متاسف میشه، این چیزها رو میبینه و من واقعا متاسف میشم، به عنوان یک ایرانی خجالت میکشم، خجالت میکشم، میبینم که ما در کجا قرار گرفتیم. امروز ما به عنوان همسایه بزرگ عراق باید حامی عراق بودیم، نه فقط عراق شیعه، همه عراق، عراق مسیحی، عراق ایزدی، عراق شباک، همشون، مندانی ها، حامی همشون بودیم. سنی ها قبل از شیعیان، کرد ها قبل از عرب ها، این نقش ما بود. نه اینکه بریم توطئه کنیم یا آدمی رو مثل حسن دانایی فر بذاریم سفیرمون، آدمی که جز آدم کشی چیز دیگه بلد نیست. شأن ایرانه که سفیرشون باشه جای دکتر پیراست و دکتر عاملی، باید
جای آدم کیش بگی آقا، زنده یاد باقر کاظمی. و دیپلمات ما باید حسن دانای فر باشه، قبلش حسن کاظمی قومی، شاگرد سوهان فروشای دیروز. بله تو این گیرودار توافقی که صورت گرفته که بعد احتمالاً به شورای امنیت خواهد رفت. روسا تو این بازی نیستن. چرا؟ چون میخوان اسد جانشون رو حفظ کنن مثل جمهوری اسلامی، و دامنه این جنگ به سوریه کشیده خواهد شد. مطمئن باشید آقای اوباما نمیتونه فرار کنه. فرانسه با قدرت اومده ایستاده. آقای اولاند هم به مخالفان سوری کمک کرد، به ارتش آزاد، و هم در اینجا با اقتدار ایستاده. دیدارش با از عراق بسیار مهم بود، دیدارش با کاک مسعود بارزانی بسیار با اهمیت بود، دیروزم که در پاریس میزبان همه بود. و این دکتر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق صحبت های خیلی جالبی کرد. عراق تنها نیست دیگه، نشستن دست رو دست بذارن قاسم سلیمانی تکلیف روشن کنه. نه، آقای فؤاد معصوم در پاریس صریحا ضمن سپاسگزاری و ستایش از این همدلی و همبستگی جهانی میگه عراق تنها نیست. آقای جعفری هم همین رو میگه، علی‌رغم ارادت پیشین به درگاه ولایت فقیه، ولی حالا در مقام وزیر خارجه به گونه دیگری سخن میگوید. سعی میکنه که در شأن یک وزیر خارجه عراقی صحبت بکنه. به هر روی این کنفرانس بسیار موفق بود و من معتقدم که این بازی جمهوری ولایت فقیه برمی‌داره فیلم‌های قلابی درست می‌کنه که بله داعش با امریکا همکاری می‌کرد. میگم این چرندیات ساخته مغزهای بیمار و معلوله. حسین بازجو اینا رو باید بگه، درسته. حسین بازجو بر دستش ایمانی اینا باید همینا رو بگن. کاملا هم انتظار از اونها همین میره. ولی واقعیت این نیست. حضورتون عرض بکنم که در غزه یک عده‌ای با پرچم جمهوری اسلامی و حزب الله رجه رفتن. پرچم حزب الله رو در یمن هم بالا بردن حوثی‌ها. اینا هم حالا تو غزه دارن، پرچم سوریه رو هم بردن و پولا به هر حال کار خودشو کرد و جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین و حماسیا و غیره رژه رفتن و این پرچم لبنان رو بردن بالا، پرچم حزب الله رو بردن بالا و پرچم جمهوری ولایت فقیه. به هر حال جالب بود، برای اولین بار دیدیم، چون دائم عکس صدام رو می‌بردن بالا، دائم پرچم صدام رو می‌بردن با اون الله اکبری که روش نوشته بود. من دیدم دولت عراق چرا این پرچم رو عوض نمی‌کنه. الله اکبر برای چی؟ الله اکبر صدام رو پرچم گذاشت. قبلا عراق همچی چیزی نداشت، همون ستاره ها رو داشت که مال دوران جمهوری متحده عرب هست که سوریه و مصر بودن، بعد عراقی ها ابراز تمایل کردن، بعد سوریه رفت بیرون، عراق و یمن و لیبی و غیره همه ادعا میکردن جز جمهوری متحده عرب است. خبر جالب دیگر ورود سردار دهقان به ترکمنستان بود با هواپیمای اختصاصی. خدایا این روزگار چیست؟ فکر کنید یک روزی از این هواپیما، یعنی هواپیمایی که میرسه مقام ارشد نظامی ایران، کی پیاده میشد؟ تیمسار جم، تیمسار شفقت، بدرهی، افسرهایی که بهترین هم، تیمسار جهانبانی. حالا حسین دهقان، نگاه کنید در عشق‌آباد آقای دهقان رو. دوشنبه 24 شهریور 1393 فرودگاه عشق‌آباد، سردار حسین دهقان میهمان بگنج گاندوگیف است، وزیر دفاع جمهوری ترکمنستان، و این مراسم استقبال از وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و هیئت عالی رتبه دفاعی کشورمان که با دعوت رسمی امروز وارد عشق‌آباد شدند. این نخستین سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان پس از استقلال این کشور است. ایران و ترکمنستان مصمم به گسترش روابط دفاعی. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تجارب خوبی را در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر داره و اینها برای بزرگی هست که نیروهای مسلح ایران داره انجام میده. میخوام به جناب عالی اطمینان بدم طرف ترکمنی آمادگی کامل را داره از این پس هم روابط خودش را در زمینه‌های مختلف با دولت ایران توسعه بده. شرایط خاصی که امروز
منطقه ما برش به سر میبره و وضعیتی که در سایه تدبیر رؤسای محترم جمهور دو کشور به وجود آمده به ما این رو دیکته میکنه که بایستی خیلی جدی تر به توسعه مناسبات بپردازه. وزیر دفاع کشورمان با بیان اینکه امروز بعد روزگار هستان که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. فرموده قائم مقام فراهانی است، اون زمانی که عزل شد و محمد شاه قسم خورده بود و رو نکشه، اما بعدن پرسیدن به توصیه حاج میرزا آقاسی دستمالی در دهانش کردند و خفهش ساختند که گفته بود من تو رو اعدام نمی کنم. گفتن این اعدام نیست. سردار دهقانم امروز هست، فردا که خواهد بود، دیروز که ها بودند و امروز که ها هست. روزگار دیگه همینجوری میچرخه. به هر روی خیلی من تأمل کردم، این فیلم رو نگاه میکردم، مثل خیلی فیلم های دیگه که در واقع از چرخ روزگار حکایت میکنه. یه خبری که منو نگران کرده بیماری مهندس عباس امیر انتظام. این مرد نازنین، این انسان وارسته، 25 سال زندانیش کردن، حسرت آخر رو به دلشون گذاشت، بی گناه، بی دلیل، با اتهاماتی که همش ساختگی بود. و چقدر من انتظار داشتم آقای عباس عبدی، آقای اصغرزاده، آقای مصطفوی، اینا بیان سرخم کنن بگن آقای امیر انتظام، گویی که 25 سال عمرتو ما از بین بردیم، ولی ما رو ببخش، ما رو ببخش. و این مرد وارسته انقدر بزرگ مرده که پاشد رفت دیدن محمدی گیلانی وقتی تو بیمارستان داشت جون میداد، رفت دیدنش، گفت من ازت گذشتم. درود میفرستم به عباس امیر انتظام عزیز و آرزو میکنم هرچه زودتر سلامت او رو ببینیم، همسر فداکارش الهه خانم و خانوادهش، و ببینیم دوباره عباس امیر انتظام عزیز شاد و سرحال. به هر حال آرزو میکنم، دعا میکنم براش. خبری براتون دارم که جای دیگه نشنیدید. حضورتون عرض بکنم رژیم جمهوری اسلامی اخیراً میاد مجموعه دانشجو رو انتخاب میکنه، اینا رو ور میدارن میبرن به یک پادگان مخصوص در نزدیک قم و میبرن اونجا. بیشترم بچه های دانشگاه امام صادقن، جاهایی که بعدن در سطوح مدیریتی نظام قرار میگیرن. پادگانی که اینا رو برده بودن متعلق به سپاه، اسمش علویون هست، پادگان علویون، بسیار بزرگ، سراتش هم معلوم نیست، از محدوده شهری قمه. کنار پادگان هم یه شهرک هست به نام مهدیه که متعلق به آخونداست و خونه ها بین آخوندها توزیع شده در اونجا. اول اینا رو بردن یه سری احکام دینی براشون گذاشتن. استادشون هم یه آدمی بود به نام ممدوحی از اهالی تهران. سری دوم کلاس ها کلاس های اعتقادی و اثبات وجود خدا بود. استاد زارع که از اهالی یزده است استادی رو بر عهده داشت، گفت اثبات وجود خدا. گفت احتیاجی نداره خدا رو برای من اثبات بکنی، همین که خدا تو شاگرد سهام فروش رو بین یه شب تبدیلت کرد به وزیر فلان و تبدیلت کرد فرمانده سپاه، همین نشان دهنده عظمت خداست. و اون بزرگان رو فرو ریخت، همین نشانه، احتیاجی ثابت کنی. کلاس‌های اخلاق رو یه استاد بیرجندی به نام آقای بندانی عهده‌دار بود، یه کلاس هم در مورد فرق بین ادیان و مذاهب و به ویژه مذاهب اسلامی و غیر اسلامی. مثلا کلاس بهائیت داشتن که فردی به نام روزبهانی از اهالی لرستان تدریس رو به عهده داشت. کلاس اهل سنت یک استادی داشتم به نام حسینی و یکی روستایی
که از همه هم جوانتر بودند و از جمله فعالان شبکه ولایت هستند. همین شبکه که میبینیم و ناصر ابوالمکارم شیرازی به ظاهر پشتش و دفتر آقای خامنه‌ای. این آقای حسینی سید محمد صداش میزدن، ولی اونجا بعضی ها ادامه مدام کنن سید رضا، که این نشون داد چیز امنیتی داره چون دو اسم و سه اسم اینا هستن. بله، بعد اینا اومدن راجع به اهل سنت زیاد بحث کردن، دانشجوها رو در واقع میخواستن آماده بکنن. گفتن ما تیم مقابله داریم، مثلا برنامه های اهل سنت، اگر مال تلویزیون اهل سنت وسال، وسال الحق اینا کلمه، میگفت اینا تا برنامه زنده دارن ما راحت میریم توی برنامه، طرح سوالایی میکنیم که عصبانی بشن و وادار بشن که پاسخهایی بدن که ما بهره ببریم، اختلافا زیادتر بشه. اما برنامه‌ای که ضبطیه خب ما نمیتونیم کاری بکنیم، ولی خوشبختانه اخیراً تونستیم درشون نفوذ بکنیم. اینا رو که میگم دوستان این شبکه‌ها دقت کنن، دقیق و دقیق و دقیق براتون میگم. بعد حضورتون عرض کنم گفتن که مثلا این آقای حسینی میگفت که ما حتی از نامه های خصوصی که همسر آقای عبدالله حیدری به خدمتی نوشته هم خبر داریم، میدانیم که آقای سجودی تو کار عسل فروشی است. نمایندگان، اجرا کنندگان، مجریان برنامه ها رو میگفتن در اون تلویزیون. یکی از برنامه های آینده اینها این است که آقای عبدالله حیدری رو که با اینها به مشکل خورده به صحنه رسانه برگردانن و او مهره خوبی برای فعالیتشون هست. خیلی از او تعریف کردن. بعد اشاره می شود که بله، خلاصه گفتن که مخصوصا مراقب شبکه کلمه و نور باشید. نکته دومی که اشاره می کردن در اونجا مسئله راجع به عراق بود، که خیلی روی مسئله عراق صحبت میکردن، روی مرجعیت، روی آقای سیستانی، مرحله بعد از آقای سیستانی، که بله ما آمادگی داریم، آقای شاهرودی رو آماده کردیم برای اون مرحله، و میگفتن. و همینطور گفته شد که آقای قاسم سلیمانی شخصا به عراق رفته برای اینکه در اونجا بتونه یک شبکه ایجاد کنه. جالبتر از همه این بود گفتن این شبکه‌ای که این اللهیاری میاد توش ناسزا میده، فوش میده، غیره، احتیاج به این دارن، میخوان این شبکه رو، به نوعی از پشت بهش کمک میکنن که بیاد بهشون فوش بده، و این اسباب در واقع این میشه که اینها مشروعیت خود رو نشون بدن. راجع به این شبکه ولایت هم براتون صحبت خواهم کرد، نقش ناصر ابوالمکارم شیرازی و کار این آدمی که یه روزی ندای وحدت میداد حالا به کجا رسید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره بر افراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.